سلام و درود میگم به همه شما دوستان و همراهان عزیز ما. شمس کیست؟ مولانا کیست؟ و مولانا چگونه مولانا شد؟ هر کسی که اشعار مولانا را بخواند و مشتاق در پی فهمیدن آنها باشد، این سوالات دغدغه ذهنیش خواهد شد. ما در ابتدا خواستیم درباره شمس یا مولانا جداگانه مطالبی را جمع‌آوری کنیم، اما هر جا کلامی از شمس بود در آن نشانی از مولانا و هر جا کلامی از مولانا در آن نشانی از شمس. در این برنامه می‌خواهیم با خلاصه ای از زندگی مولانا و زندگی شمس و اینکه مولانا چگونه مولانا شد، اطلاعاتی را در اختیار شما عزیزان قرار بدیم. اطلاعات دقیقی در مورد شرح و احوال زندگی شمس در دست نیست، اما توضیحات مختصری از او به جا مانده. حتی بعضی میگویند که شمس زاییده ذهن مولاناست، که البته با توجه به اطلاعاتی که هست به قاطعیت میتوان گفت که شمس تبریزی حضور داشته، هرچند که تاریخ تولد و نوع مرگ او نامعلوم است. تنها کتاب معتبر درباره شمس تبریزی مقالات شمس نام دارد که جمع‌آوری شده دست‌نوشته‌های شاگردان او و از شنیده هایشان در جلسات شمس می باشد. شمس از کودکی حالاتی داشته که برای یک کودک غیر عادی و عجیب بوده است، از جمله اینکه زیاد اهل خوردن و بازی با کودکان دیگر نبوده و پدر و مادر او نگران حالات او بودند. پدر شمس خیلی تمایل به فقیه شدن او داشته، چون در آن زمان فقها جایگاه قدرتی و سیاسی بالایی داشتند و شمس نیز چند سالی فقه خوانده و تابع مذهب شافعی بوده که یکی از مذاهب چارگانه در اهل سنت می باشد، هرچند او صوفی و عارف بود. شمس به تفسیر عرفانی قرآن علم زیادی داشت و با بزرگان فقه و تفسیر و حکمت آن زمان آشنایی داشت و در محضر آنها بوده است و برخلاف نظر برخی که می گویند شمس کم سواد یا بی سواد و علمش باطنی بوده، به گفته فرزند مولانا او اهل فضل و علم و عبارت، یعنی سخنور خوشبیان و توانا، و تحریر یعنی نوشت اشتار خوب و نویسنده چیره دست بود. دائم السفر بوده و از دوران نوجوانی هر چند ماه از شهری به شهری و از کشوری به کشوری در حال سفر بود و به ندرت در برخی شهرها چند سالی اقامت می کرد. شغل او معلمی و همینطور معلم قرآن بوده و روشی داشته که می توانسته تلاوت قرآن را 3 ماهه به کودکان آموزش دهد. شغل دیگر او در حالی که جثه ضعیفی داشته به صورت ناشناس در بین مردم عملگی بوده است. مولانا کیست؟ غالب مورخین تولد مولانا را سال 604 هجری قمری ابتدای قرن 7 هجری در شهر بلخ می دانند. وقتی مولانا 12 سال داشته، به علت حمله مغولان و ناامن شدن بلخ از شهری به شهری مهاجرت کرده و در نهایت در شهر قونیه اسکان می کنند. پدر او مردی علم دوست و اهل فضل و دانش بود و از دوران کودکی مولانا تحت نظارت پدرش در علوم گوناگونی همچون فقه، کلام، حدیث، تفسیر قرآن و قصص شروع به تحصیل کرد و در برخی حتی به استادی رسید. مولانا اهل منبر هم بود و مریدان زیادی در قونیه داشت. او هم مدرس بود هم واعظ. با همه این که او شخصی چیره دست بود، اما نابغه و شخصیت استثنایی و یا جزو عالمان طراز اول نبود و اگر زندگی او به همین منوال می‌گذشت، هیچ نامی از او در تاریخ به جای نمی‌ماند، چرا که مشابه او در تاریخ هزاران هزار بود. و حال چگونه مولانا متولد شد؟ همانطور که گفتیم، شمس تبریزی مدام از شهری به شهری سفر می کرد و می گوید سحرگاهی به او ندایی رسید که بلند شو و عزم سفر قونیه کن. مولانا در بین جمعی است که قدر او را نمی دانند و نور درون او را نمی بینند و نمی توانند بستر مناسبی برای رشد او باشند. و اما سابقه آشنایی شمس با مولانا مربوط می شود به 15 الی 16 سال قبل از آن که مولانا در سوریه محصل بود و از همان زمان او را برای مصاحبت خود انتخاب و از دور مراقب احوالات وی بود، اما در آن زمان پختگی درک اسرار شمس را نداشت و همچون میوه کالی بود که باید بر درخت زمان میمان تا رشد کند و مستعد پذیرش شمس بشود. آنطور که در تاریخ آمده، شمس تبریزی در سال 642 هجری قمری وارد شهر قونیه شد، اما درباره اینکه در آن زمان شمس و مولانا چند ساله بودند اتفاق نظر نیست. با توجه به
تاریخ تولد مولانا، سن او در زمان ورود شمس به قونیه 38 ساله بوده، اما برخی پژوهشگران با توجه به یک بیت از اشعار مولانا معتقدند مولانا در زمان اولین ملاقاتش با شمس 62 ساله بوده است. اما اکثر مورخین این را نمیپذیرند، چون اگر این نظریه درست باشد، یعنی مولانا در 38 سالگی به قونیه مهاجرت کرده و در 51 سالگی جهت تحصیل به سوریه رفته و در سن بیش از 80 سالگی شروع به سرودن شعر نموده است. و درباره سن شمس در آن زمان برخی مورخین سن شمس را 60 سالگی ذکر کردند. اما با قاطعیت می توانیم بگوییم او در دوران پیری بوده و در کتاب مقالات نیز به صراحت می گوید من مرد پیری بودم در هنگام دیدار اولیه‌اش با مولانا، و مولانا نیز در غزلهایش بارها این را گفته است. زمانی که شمس به قونیه می رود در یک کاروانسرا اقامت می کند که در کنار آنها محلهایی بود که بزرگان شهر در آن می نشستند و صحبت می کردند، و این محل اولین دیدار شمس و مولانا بود. آن محل دیدار را مرجع البحرین نامیدند، یعنی محل آمیختن دو دریا که هر یک دارای خاصیتی متفاوت هستند، یک دریا شیرین و یک دریا شور که به هم رسیده و پیوند می خورند، اما هر یک هویت و شخصیت خود را حفظ می کنند. شروع گفتگو را شمس آغاز کرده و از مولانا سوالی می پرسد تا توجه او را به خود جلب کند. شمس از مولانا می پرسد تو که علامه دهر هستی و همه چیز را خوب بلدی و کتاب پدرت را هزاران بار خوانده ای و خوب می دانی، حال بگو حرف های خودت کجاست؟ و این پرسش باعث جذب مولانا به سمت شمس می شود. شمس روح بیقراری بود که در پی یافتن کسی از جنس خیش ترک خانه و کاشانه کرده بود و دائما در سفر بود، تا جایی که به او لقب شمس پرنده داده بودند. خود او میگوید کسی را میخواستم از جنس خود که او را قبله سازم و روی به او آورم، که از خود ملول شده بودم. شمس که در دهه ششم عمر خود بود، مولانای 38 ساله را همان گمشده سالیان دراز خود می‌یابد و او را به قماری می‌خواند که هیچ تضمینی برای برنده شدن در آن وجود نداشت. مولانا با تمام خلوص وارد این قمار عاشقانه می‌شود و گوهر عشق می‌برد. خنک آن قماربازی که بباخت هرچه بودش، بنماند هیچش الا هوس قمار دیگر. اگر فهمیدن این مطالب برای شما دوست عزیز مفید بوده و حس زیبایی را به همراه داشته، آن را با دوستان و عزیزان خود نیز به اشتراک بگذارید. از اینکه تا پایان این برنامه با ما همراه بودید ممنونیم. آرزو می‌کنیم همه لحظه‌هاتون پر باشه از عشق و آگاهی و موفقیت. سربلند و شاد باشید.